معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح دیشب در گفتگو با تلویزیون ایران گفت شاید سرنگونی هواپیمای اوکراینی نتیجه دستکاری آمریکا در شبکه راداری ایران بوده باشه که باعث شده افراد مسئول این هواپیما رو با یک موشک کوز اشتباه بگیرن. بخشی از این صحبت ها رو با هم بشنویم. عرضم حضورشون، ببینید، این که گفته میشه سامانه‌های دفاع هوایی ما در اون زمان در آماده باش 100% بودن کاملا درسته. این آماده باش 100% معنیش اینه که تمام افراد در یک سامانه راداری، در یک سامانه دفاع هوایی، هر کسی باید سر جای خودش حضور داشته باشه. سیستم‌های اونها باید روشن بشه، پاورهای این سامانه‌ها باید روشن بشه، راداراشون باید روشن بشه. ولی این به مفهوم قطعا درگیری نیست. عنایت دارید؟ آماده باش با درگیری دوتاست. درگیری یک شرایط دیگری داره. خب شما استظهار دارید، ما در 8 سال دفاع مقدس در حالت جنگ بودیم، یعنی یک جنگ سراسری گسترده که دشمن هم از هواپیما استفاده میکرد در حملات هوایی به شهرها و جای مختلف کشور، هم از موشک استفاده میکرد. خب ما در تمام این مواقع که پرواز ممنوع نبود در کشور ما، پروازها ادامه داشت، رفت آمد می‌کردن. برای اینکه ما آسمان کشور رو ببندیم، اولا به طور قطع تمام کشور که نیست، یک نقطه است. حالا دوستان یادشونه، هموطنان عزیزم یادشونه که وقتی فرض بفرمایید که مرکز راداری ما و مرکز کنترل هوایی ما اعلام می‌کرد که هواپیماهایی دارن به سمت از دشمن به سمت تهران میان، اعلام وضعیت قرمز میشد در تهران، از همه صدا و سیما پخش میشد و آژیرهایی هم که گاهی اوقات در سطح شهر تعبیه شده بود، اون آژیرها هم به صدا در می آورد و اعلام میکردن که مردم بنن به پناهگاه، وضعیت قرمزه و حمله هوایی قطعا انجام خواهد شد. در چنین حالتی هست که پروازهای در حقیقت عادی قطع میشه، یعنی ممنوعیت پرواز اعلام میشه، هیچ پروازی نباید صورت بگیره، چون اونجا دیگه سیستم های دفاع هوایی آتش به اختیارن. عنایت دارید؟ در حالی که این سیستم های ما تو شرایط فعلی آتش به اختیار نبودن، آتش محدود بودن. علی عبداللهی بود، معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران. اما اینجا در استودیو با من پویا ماهرویان هست، همکارم که این خبر رو دنبال کرده. پویا، گفتگوی نسبتاً طولانی بود، کمی به اون از جزئیات بیشتر این گفتگو بگو. بله مجید، مشخصاً چیزی که آقای عبداللهی بهش اشاره کرد در واقع این بسته بودن فضای آسمان ایرانه. میگه که اینجا منطقه وضعیت جنگی نبوده، وضعیت آماده باش ولی در سطح بالا بوده و آتش محدود بوده، در حالی که قبلا می‌بینیم آقای حاجی‌زاده گفته بود که این آتش به اختیار بوده و آتش به اختیار عمل کرده. آقای عبداللهی سومی مقام ارشد نظامیه که داره درباره اطلاعات و جزئیات و حاشیه‌های این داستان صحبت می‌کنه. قبلا آقای حاجی‌زاده معاون فرمانده هوافضای سپاه و فرمانده کل سپاه آقای سلامی صحبت کردن، الان اولین نفری که از نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح صحبت میکنه آقای عبداللهی. هر سه تا در واقع یک چیزی رو دارن میگن. یک میگن که ارتباط سامانه و اپراتور با مرکز فرماندهی پدافند قطع بوده و همینو آقای عبداللهی استفاده میکنه، میگه ممکنه دستکاری شده باشه، یه اختلالی بوده. میگه قبلا هم جنگ الکترونیک آمریکا در منطقه داشته و ما اینو داریم بررسی میکنیم. نکته دومی که میگن، هر سه تا دارن میگن که به اپراتور اطلاع داده شده که موشک های کروز داره به سمت سامانه ها میاد و آقای عبداللهی حتی یه جا میگه که نه این سامانه، بلکه سامانه های دیگه هم بهشون گفته بودن که موشک های کروز میاد. این سوال پیش میاد که موشک کروز از خارج از مرزهای ایران که داره وارد میشه یک فرصتی است و اینها میدونستن موشک کروز داره میاد. حالا مشخص نیست چه اتفاقی برای موشک‌های کروز افتاده، ممکنه این هواپیما با موشک کروز اشتباه گرفته شده، ولی این موشک‌های کروزی که گفته میشه، سه فرمانده نظامی میگن که وارد ایران شده، داره یک سری اهداف و هدف قرار میگیره، اینا چه اتفاقی میفته؟ دومین نکته که آقای عبداللهی اشاره میکنه در این مصاحبه
وضعیت اطلاع رسانی و به نتیجه رسیدن درباره این ماجراست. آقای عبداللهی میگه ساعت 6:15 صبح چهارشنبه سرنگون میشه یا به قول خود سقوط میکنه این هواپیما. 1:45 بعد فرمانده هوافضای سپاه مطلع میشه، یعنی 8 صبح، و اینو به سلسله مراتب اطلاع میده این فرمانده بالا دستش که فرمانده سپاه آقای سلامیه. ساعت 8 شب به گفته آقای عبداللهی ستاد کل مطلع میشه. معلوم نیست تو این 12 ساعت چه اتفاقی افتاده، چرا سپاه دست نگه داشته بود که به ستاد کل بده، چون خودش تیم تحقیق تشکیل نداده، ستاد کله که ساعت 12 شب یک تیم تحقیق تشکیل میده، یعنی 12 شب میرن سر منطقه محل وقوع حادثه. 37-8 ساعت طول میکشه که جلسه، یعنی به قطعیت میرسن تقریبا به گفته آقای عبداللهی این شبهه رو باقی میذاره که ما 100% مطمئن نیستیم که خطای انسانی بوده و این هواپیما زده شده، ممکنه یک اختلال یا یک جنگ الکترونیک هم بوده. 37-8 ساعت بعد اطلاع داده میشه که به شورای عالی امنیت تقاضای تشکیل جلسه میدن و این جلسه جمعه شب ساعت 10 شب برگزار میشه و 2 ساعت هم طول میکشه و هنوز یک اختلاف های هستش بین چیزهایی که فرماندهان نظامی و سپاه و نماینده نیروهای مسلح میگه و چیزی که رئیس شورای عالی امنیت یعنی آقای روحانی میگه. میخواییم گوش کنیم به این صحبت آقای روحانی که امروز کرده. خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل، بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده، مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند. حادثه حادثه باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم، هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره، اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی رخ نداد. ما یه هم چیزی نداریم که بغل فرودگاه بین المللی در پایتخت کشور در روت هوایی هواپیما زده بشه. اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی شوکه بودن خیلیا تو جامعه ما، مسئولین ما. اصلا میشه؟ اصلا تصورش گاهی تصور یه هم سخته، نه تصدیقش، تصورش سخته. خب حالا تیم فرستادن بررسی، در این حال اگر تأخیر شده برای تأخیرم عذرخواهی کنن، اگر لحن مناسب نبوده احتمالا اونم عذرخواهی کنن. ما در عذرخواهی کردن در برابر ملت بزرگ ما همیشه باید روان، شفاف، ساده، رک در برابر مردم حرف بزنیم، عذرخواهی کنیم. اونا آقای ما هستن، اونا ولی نعمت ما هستن، اونا بزرگ ما هستن و ما نوکر اونها هستیم. نوکر در برابر آقا باید متواضعانه و خاضعانه و دقیق و با صداقت حرف بزنه و ما باید این کار رو بکنیم، مردم ما مطمئن باشن. حسن روحانی بوده، رئیس جمهوری ایران. پویا همچنان اینجا با ما هست. پویا، دیروز هم آقای روحانی صحبت کرد، به نکات مشابهی اشاره کرد، هر روز یک سری مطالب بیشتری داره از صحبتاش میاد بیرون. او هم ظاهراً به نوعی اظهار بی اطلاعی میکنه، یعنی از یک گروهی میخواد که بیاید معذرت خواهی کنید، بیاید به مردم اطلاعات بدید. بله دقیقاً، هم امروز هم دیروز آقای روحانی میخواد از مسئولین، دیروز کلمه مسئولین رو به کار میبره، مشخص نیست که احتمالاً نیروهای مسلحه، که بیان توضیح بدن به مردم که چرا انقدر تأخیر بوده. امروز یک کم ملایم‌تر نسبت به نیروهای مسلح میاد میگه اگر تأخیری بوده، اگه لحن بد بودیم بیان عذرخواهی کنیم، ولی مشخصه که کسی قصد پنهانکاری نداشته، کسی نخواسته مخفی کنه.
و یک شبهه ای هم آقای روحانی علاوه بر آقای عبداللهی اضافه میکنه، میگه که در این 37-8 سال 40 سال همچین چیزی امکان نداشته. میگه من 7 سال فرمانده پدافند هوایی کشور بودم در دوران جنگ، حتی در دوران جنگ هم همچین چیزی امکان نداشته. تو جای دیگه میگه، تو بخش دیگه مصاحبهش که میگه که یک هواپیما در مسیر هوایی در کنار فرودگاه بین المللی پایتخت اینو بزنن، همچین چیزی نمیشه. آقای روحانی در یک جای دیگه باز این تأخیر رو میگه، انگار هنوز میخواد بگه که من اطلاع نداشتم. شاید بتونیم بگیم که بخش‌هایی از دولت اطلاع نداشتن. سفیر ایران در لندن میاد با یه حالت پرخوشیانه به مصاحبه که میکنه، میگه کذب محض، دارید دروغ میگید، این جنگ روانیه. رئیس سازمان هواپیمایی کشور میگه بلد اصلا علاوه علمی امکان نداره که یک موشک بخوره و یه فرصتی داشته باشه که سقوط کنه، همون بالا بلافاصله باید منفجر بشه و پودر بشه. کسای دیگه بودن، حتی آقای آشنا اومد گفتش که کارگزاران مثلا رسانه‌های خارجی نیان وارد این جنگ روانی بشن، اسم اینو گذاشتن جنگ روانی. این که گذشت، بعد اینکه به قطعیت رسیدن که یک کسی در داخل این هواپیما رو سرنگون کرده، اومدن گفتن یک خطای انسانیه، رو همین موندن. الان در کنار هم میذاریم صحبت های آقای عبداللهی و صحبت های آقای روحانی، یک شبهه وارد کردن که ممکنه این خطای انسانی بوده، ولی به دلیل قطع ارتباط سامانه با پدافند هوایی بوده که به گفته آقای عبداللهی ممکنه جنگ الکترونیکه که باید بیشتر بررسی بشه. ممنونم ازت پویا ماهرویان، همکارم اینجا در استودیو.